انجام جمادی الاول مصادف با سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها است. شیعیان در نقاط مختلف جهان طی دیشب و امروز با برپایی مراسم جشن و شادی سال روز میلاد فرخنده حضرت زینب کبری سلام الله علیها را گرامی داشتند. حرمهای اهل بیت علیهم السلام در کشور عراق و ایران و مساجد و اماکن مقدسه مانند امامزادگان نیز شاهد مراسم شادی بودند، اما در این بین حرم حضرت زینب سلام الله علیها حال و هوای دیگری داشت. آستان مقدس زینبیه با استفاده از گلهای طبیعی و لامپهای رنگارنگ تزیین شده است. علاوه بر برپایی مراسم جشن و شادی و مسابقات مذهبی، به هر بانوی زائر همنام حضرت زینب سلام الله علیها به رسم یادبود هدیه‌ای تقدیم شد. بر اساس روایات متعدد به هنگام ولادت آن حضرت، نامگذاری ایشان توسط حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و از طرف خداوند صورت گرفت و ایشان قنداقه حضرت زینب سلام الله علیها را طلبیدند و فرمودند به حاضران و غائبان امتم وصیت می کنم که حرمت این دختر را پاس بدارند، چرا که وی مانند خدیجه کبری است. بر اساس روایات متعدد به هنگام ولادت آن حضرت، نامگذاری ایشان توسط حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و از طرف خداوند صورت گرفت و ایشان قنداقه حضرت زینب سلام الله علیها را طلبیدند و فرمودند به حاضران و غایبان امتم وصیت می کنم که حرمت این دختر را پاس بدارند، چرا که وی مانند خدیجه کبری است. برای ایشان القابی فراوان نقل شده که از آن جمله میتوان به عقیله بنی هاشم، عالمه غیر معلمه، امینت الله، نائبت الزهرا، نائبت الحسین علیه السلام، شریکت الشهدا، بلیغه، فسیحه و شریکت الحسین علیه السلام اشاره کرد. حضرت زینب کبری سلام الله علیها را به سبب سختی هایی بسیار که در طول زندگانی خود متحمل شده اند، ام المصائب نیز لقب داده‌اند.